سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد به جواد قارایی مستندساز به کتاب باز خیلی خوش اومدین درود بر شما و همه هموطنان عزیز که این برنامه رو نگاه میکنن در هر کجای جهان و همه عزیزانی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن ارادتمندم جناب قارایی شما تهیه کننده کارگردان و راوی مجموعه ایرانگردید برای کسایی که ایرانگرد ندیدن بفرمایید ایرانگرد اصلا چیه ایرانگرد یک مجموعه مستند روایی راجع به ایرانی که ندیده شد یعنی دیده نشد ندیدند خیلی از عزیزان و نشیدند و حس نکردن و نشناختن چند سال این مجموعه رو دارین درباره ایران می‌سازید؟ والا مجموعه مستند ایرانگر رو از سال 88 من آغاز کردم به تولید که ایرانگرد یک در سال 92 از شبکه چهار ایرانگرد سه در سال 94 از شبکه یک و ایرانگرد سه از ایر شبکه یک دوباره در سال 97 نوروز پخش شد بعد میشه این مجموعه رو کامل یه جای تهیه کرد ایرانگرد یک و نه ایرانگرد دو رو بله سروش فروشگاه سروش داره و ایرانگرد سه تقریبا دو سال شد که هنوز منتشر نشده چرا ایرانگرد یک منتشر نمیشه؟ ایرانگرد یک منتشر نشد خودم خیلی علاقه ندارم منتشر بشه دوستش نداریم؟ نه اینکه دوستش نشه باشم من احساس بکنم میدونید بند به کار اولا بود و احساس بکنم که بیننده و کسی که داره پول پرداخت میکنه شایسته بهترین هاست بنابراین احساس بکنم ایرانگرد دو رو بگیره ببینه و سب کنه تا ایرانگرد سه ببینیم به کجا میرسه ایرانگرد هنوز منتشر نشده بل... بنابراین من احساس بکنم که ایرانگرد دو و سه رو ببینه حالش بهتره تا ایرانگرد یک ب... من خودم ادامه داره بله ایرانگرد چهار رو داریم تولید میکنیم برای نوروز 1400 پس خیلی چیز شما برای تولید ایرانگرد کجاها میرید تیمتون چند نفره با چند تا دوربین کار میکنین میشه اینا رو بپرسن والا ایرانگرد هر سری مجموعهش بین دو تا سه سال طول میکشه تا طول، تولید بشه تولیدش به بره برسه و آماده پخش بشه و اینکه اینکه با چند نفر کار میکنیم در سفرها یا پشت سفر نه در سفرها در سفرها بین مثلا 6 نفر هفت نفر تا 12 نفر هم شده که بودیم توی سفر بستگی داره به اونجا و اون کاری که میخوایم انجام بدیم اما در خب چیز با, با چند تا دوربین دوربین یک دو سه چهار چهار پنج را چهار پنج را. با چهار پنج دوربین کار میکنیم هوایی زمینی با شکل های مختلف و خب خود تو خود تهران هم که یا آخر شهرستان ها بچه های نگارش و پجروهش و بعد صدا و موسیقی و همه اینا هستن دیه. کجا رفتین؟ خیلی جا کجا <تص FORE> رو بگم دلوقتي... یعنی از شمال تا جنوب شرق تا غرب و زیر خیلی جا رو رفتم خراسان شمالی تا حالا پامو نداشتم قسمت نشده و سعادت نداشتم اما تقریبا همه استان ها رو رفتم اما این به این منظری نیستش همه استان ها رو سفر کردم همه اون ها رو رفتم دیدم به بخشای کوچیکشو اما خیلی از اون ها رو من, من سفر رو به این شکل میدونم که اگه بخوام بگم اون سال با رو سفر کردم میگم به یه بخش کوچیکیش سفر کردم یه فیلم مستندی من سالها پیش درباره ایران دیدم که اتفاقا یک ایرانی نساخته این فیلمو باد سبا ساخته این بله بله بسیار فیلم خوبیه درباره ایران و لاموریست جانش را بر سر ساختن بله. فیلم نهاد یعنی موقع فیلم برداری با هلیکوپتر سقوط میکنن تو سد کرج ولی فیلمه مونده خیلی فیلم دیدین فیلمو بله چند دفعه چند دفعه دیدین بله چند دفعه دیدم و تأثیری داشته برای شما قطعا مگه میشه آدم یه چیزی رو حس... بکنه بشنوه ببینه لمس بکنه مزه بکنه بعد تاثیر اجرا همه چیز روی انسان تاثیر میگذاره اما اون فیلم هم خیلی برای من زیبا شیرین و تلخه شیرین و زیباس به خاطر اینکه یه کار واقعا ارزنده در اون زمان با حداقل امکانات انجام شده بعد بیشتر از 50 سال پیش دقیقاً و تلخه مثل این کتابی که با... یکی از کتابایی که براتون آوردم یعنی که می‌فهمید بیش از 50 سال پیش اینم تقریبا تو همون مایاس و تلخه به خاطر اینکه اه 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 یه, یه،, کسی که ایرانی نیست این کار کرده اینش برام من که ایرانی مسیری رو ده. که باد سبا طی میکنه لاموریس طی کرده و ما اصلا توی خیلی زمینه ها این چیزی که دارین میگین این تلخی هست مثلا مصنوی معنوی یکی از یکی از مهمترین تحصیل هاش مال نیکولسونه بله. یا تاریخ ادبیات ایران یکی از کسایی که خیلی روش دقیق کار کرده ادوارد براونه یعنی خیلی ها اومدن روی کتب مهم ما رو تاریخ ادبیات ما البته در های جدید اینقدر کارهای خوب شده اینقدر بله. کارهای درجه یک واقعا خدا پدر مادر اونا رو هم بیامرزه ولی بله. خودمون هم باید کار بکنیم حالا لاموریس اومد و یه فیلم ساخت درباره ایران کاری که ایرانی ها نکردن بله. الان یک ایرانی داره یک مستند درباره ایران میسازه شما به عنوان یک ایرانی این فیلم رو برای مخاطب ایرانی دارید میسازید یا خارجی یا هر دو و چرا اول اینکه این, که این مستند ایرانگر برای داخل ساخته شده و مخاطب ایرانی داره چرا به خاطر اینکه خب به من تو ایرانگرد همیشه من خودم رو Uh, یعنی حس میکنم یه وظیفه ای به مردم ایران و طبیعت ایران و هر آنچه که متعلق به ایرانه دارم این وظیفه رو حس میکنم برای خودم و مطمئنم که این وظیفه رو باید انجام بدم و اون اینه که uh, علاوه بر این همه زیبایی که وجود داره و uh, تقریبا نمیگم قطعا چون بعضی کار کردن و واقعا زحمت کشیدن اما خیلی کم زیبایی های ایران دیده شده تا اون زمانی که من شروع کردم به کار کردن مجموعه به این شکل نبود uh, یا اگر بود گزارشی بود و گریخته و به اون کیفیت تصویری و کیفیت عمق هر سوژه و هر لوکیشن یا هر چیزی که به تصویر میکشه پرداخته نشد این رو من برای داخل میسازم بخاطر اینکه ما از این مشکلات رو هم داریم و سعی میکنیم این مشکلات رو هم پوشش بدیم مشکلاتی که برای انسان ها به وجود میاد در اقصاء کشور مشکلاتی که برای محیط زیست به وجود میاد برای فرهنگیمون برای معماریمون فرهنگیم, برای, برای خیلی چیزایی که داریم برای همه دارایی ها و اصالت ها و ارزش های کشورم پس بنابراین من اصلا علاقه ندارم که این مشکلات رو خارجه ببینن اما خب خیلی دوست دارم که مسئولین ببینن و همینطور مردم هم ببینن حالا این که فرمودید اه، اه، یه سوال دیگه فرمودید که بغیر از این گفتم چرا گفتم مر... چرا؟ مخاطب, مخاطب داخلی, بوده مخاطب داخلی بوده و من آرزومه شاید این نمیدونم من خیلی کم برنامه های تلویزیونی میام خیلی هم دوست ندارم خیلی ممنونم که دعوت, دعوت, دعوت بود, بود خواهش بکنم بیام و این برنامه شما خیلی برنامه خوبیه کلا زیاد نه اینکه خاطر تلویزیون و برنامه خیلی خیلی زیاد دوست دارم جلوی دوربین باشم تو ایرانگر مجبور بودم که جلوی دوربین باشم به دلایلی اما این تلخی رو که شما میفرمایید تو این کتابی رو هم که فرمودید من آوردم که حتما تو بخش بعد بخش کتاب خیلی خوبه صحبت بکنیم و اینکه کجا بودیم؟ اینکه چرا دارین این مجموعه رو برای ایرانی ها میسازید؟ آه برای اینکه من احساس میکنم ما ایرانی ها معرفتمون کم شده نسبت به ایران نسبت به ایرانی، نسبت به فرهنگمون، نسبت به زبانمون، نسبت به موسیقیمون، نسبت به لحجه نسبت به خیلی چیزایی و ما واقعا نمیشناسیم و وقتی که ببینید من کلا عاشق سفرم و هیچ کسی از هیچ سفری من نمیکنم و همیشه علاقه دارم که همه آدم ها به سفر رو برن اما من میگم سفر مثل پله میمونه شما نمیتونید از پله اولی یه دفعه به پله صدام پا بگذاریم من فکر میکنم که اگه قرار سفر بکنیم اول از خودمون و از خانواده خودمون سفر بکنیم آها. بعد از کوچه و خیابونهای خودمون سفر بکنیم از کوچه باقای خودمون، از کتاب خونه خودمون، از خیلی چیزها از شهرمون و از استانها و بعد کشور وقتی که یک شناخت نسبی راجع به ایران پیدا کردیم اون وقت من فکر می‌کنم که من خودمو میگم اون وقت فکر کنم که قشنگه که شاید بهتره که از اون موقع بعد دوباره حالا سفر بکنیم خارج هستش کشور جهان دیگر رو بشناسیم های دیگه های دیگه های دیگه آره شما که اینقدر اهل سفری من یه مشکلی دارم میتونیم بهم کمک کنیم دارم. من اصلا نمیتونم مسافرت برم یعنی واقعا برام یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا سفر رفتنه شما بگید مثلا برو نمیدونم همین بغل سخته و بعد نمیدونم والا همین میخوام بگم چیکار کنم بعدش هم یکی دیگه از مشکلات هم. حالا قرار بریم یه مسافرت سه روز سه تا چمدون سه تا وبال گردن هر کدوم یه تن وزن بلد. اصلا بلد. بلد نیستم چه جوری رفت سفر چیکار با بعد یعنی یه جای آشنا رو به هر جای جدیدی ترجیح میدم خیلی بده قبول دارین آره حس خوبی نداره چیکار کنم به نظرم باید قدم به قدم از چرا کوچولو من با شما بیام به نه با افتخار من خودم آموز در دانش آموزم آموزگار نیستم که بخوام یاد برم اما حتما با سفر. اه، 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 چمدون و ساک کوچیک میبندین و میدونین چی ببرین سفرهایی که من میرم اصلا چمدون نداره یعنی چی یعنی که شما یه کوله به پشتتون هستش خوب. و با اون به هر جایی که دلتون بخواد سفر میکنی. مثلا اگه که سردتون بشه لباس گرم از کجا میارین؟ تا که از مردم کمک میگیرم. نه معمولا لباس من دارم همه چیز سعی میکنم که یعنی آموزش دیدم برای اینکه چطور سفر بکنم به طبیعت، کدوم فست، کجا میخوام برم، شرایط محیطی به چه صورت. همینا دیگه همینا اینا آدم یاد بگیره بعد دیگه خیلی راحت سفر میکنم مثلا اگه من هیچ چیم هم نداشته باشم به من میگن که تو کره زمین همه چی ازت گرفتیم لباسه تو همه چیز میگم بازم میتونم سفر بکنم. میرم یک جایی میرم پیش کت خدای ده میگم که کت خدا و من اومدم اینجا یک گشتی بزنم تو رستاد کسی هم ندارم امیدوارم که منو بپذیری برای میهم اصلا الان یه عده زیادی در هم ایران هستن هم تو دنیا که بدون هیچیت سعی میکنن پول تو جیبشون نباشه این دو بخشه. این, دو بخشه این دو بخشه اینکه شما پول تو جیبتون نباشه سفر بکنی به دو بخش شخصی میشه یک گروهی که چت باز هستن و این قشنگ نیست که شما بدون پول میخواید به سفر بکنید چت بازار آره ولی کن یه سری هستن که میگن که ما سفر میکنیم پولم نداریم اما میریم برای مردم کار میکنیم اون وقت این قشنگ میشه مثلا من عکاسم به عنوان مثال آقا من عکس گرفتم میرم تو این سفر عکسامو میفروشم و از پولش درآمد کسب میکنم اونجوری خب خیلی هم قشنگه باید. و یا مثلا من پول ندارم میرم برای یه نفر تو مزهش دو روز کار میکنم اونم به من جا میده غذا هم به من میده من دو روز تو اون تا جایی کشتم. که پول دارم دوباره میرم جلو دوباره اونجا مشغول یه کاری میشه این کارو کرد خیلی جوری جو مختلفی چه سفر کرد ولی سخته و هیجان انگیزه و آره کار سخت هر کسی نیست دیدید به نظر من وقتی که توی کاری عشق وجود داره اون سختی از بمیره شما مثلا توی شاخه کاری خودتون به عنوان مثال توی بخش بازیگری یا سازی اگر شما احتمالا خیلی سختی ها رو به جونتون میخوایید و ازش هم لذتی از یه سفر با هم بریم آره من مقصد انتخاب اجازه میدونیم من بکنم باش اسفهان <laughs> <applause> اسوان هم برای اینکه باز من اونجا رو بلدم و فرام نه خوبیش اینه که بایدن بری یه جایی که بعدا نباشه <تصف> <تصفح> یه حس جدیدی بگیره آخه اسوان هم اگه بریم <تصفح> شهرش نهیم دیگه بریم خارج از شهر <تصفح> جای جدید ها شما رو پس شما دارید من مهمون میکنید به خونه اتون دارید بله ولی با هم تو سفر جب میزنیم و صحبت میکنم یاد میگیرم و چیکار کرد برای سفرهای برای بفهمین اینکه چای میل یا دمش. من چای زیاد متشکرم آقای قارایی اگر بخواین به یه آدمی که اومده و فقط یه هفته ایرانه یه خارجی <applause> چند جا رو پیشنهاد کنین که بره و ببینه کجا رو پیشنهاد میکنی؟ پنج تا اگر بخوایم بگیم باش. من اگر قبل از اینکه جواب این سوالتون رو بدم بخوام جواب یه سوالی رو که شما فراموش یه جوابش ازم بگیرید بدم اشکال نداره نه خیر تو آیتم قبلی از من یه سوالی فرمودید که راجع به خارج یعنی برای خارجی ها برنامه گفتم برای ها یه چیزی دیگه ای نگفتم به. و اینو نگفتم که ما برای خارج از ایرانی ها بر راجب ایران اون توی که باید رو نساختیم حالا و چیزی نداریم آها آها آه. آه. و اونجا یک لحظه این جمله رو اومدم بگم و بقیهش هفت و هفت شد فراموش کردن که گفتم که من تو مصاحبات خیلی زیادی اه گفتم اه که اه یه طرحی رو دارم به نام طبیعت و مردمان ایران یک بله. مستند خیلی خیلی بزرگیه و خیلی سخته آه. تولیدش اه این مجموعه حلوش هفت قسمتی که آرزوم برای جهان بسازم راجع به ایران و ایران رو به اون, شش... به اون, طور که هست یعنی به شکل واقعی لحاظ تاریخ تمدن فرهنگ نگاه ایرانی ها مرام و فرهنگشون و همینطور محیطیز و طبیعتش و آنچه که زیبایی ها هستش این رو در این مجموعه به تصویر بکشم و این آرزو هنوز محقق نشده راجب به جای دیدنی که میخواین به باد سبا فرمودید که این اتفاق افتاده گفتم برای من خیلی تلخه که خیلی با ارزشه که یه نفر این کار کرده ولی کم خیلی تلخه که ایران همچین کاری رو تو ایران انجام نشده یعنی یک ایرانی کارو کار رو نکرده و شما فرمودید که کارگردان این مستند جونش رو به خاطر این راه از دست داد اما قطعا قبل از اینکه این مستند رو شروع بکنه به ساختش فکرش نمی‌کرد که جونش رو دست میده اگر میدونست تو مستند جونش رو دست میده این کارو نمی‌کرد من فکر نمی کنم هیچ فیلمسازی تو جهان وجود داشته باشه که بدون یه کاری رو اگر انجام بده جونش از دست میده شاید من تنها فیلمسازی هستم که حاضرم جون رو برای مجموع بدم یعنی انقدر برای من ایران و ایرانی اهمیت داره و انقدر برای من با ارزشه که اگر به من بگن که تو تو توی تولید این مستعد بزرگی که راجع به ایران هست و دوست داری که به جهان نشون بدی و یه کار اساسی ای کار جهانی بخوای بسازی و جون تو از دست میدی و من قبول میکنم و اون قرارداد امضا میکنم و به شرطی که این به پایان برسه من آرزو میکنم و دعا میکنم که شما زنده باشید سالم باشید سرحال باشید مثلا. و این مستند بزرگتون آمد. رو درباره ایران برای ما ایرانی ها و برای جهان بسازین و ما و جهان تحسینتون کنیم ممنونم واقعا اصلا برای تحسین شما برای هیچ این کار نمی فقط برای ایران ببریم. ما وقتی لذت آه. ببریم تحسین میکنیم برای ایران آرزو که این کار انجام بدم این تنها که حالا ببینید که بله اون پنج ببینید ایران از بیشتر اقلیم های جهان تقریبا همه رو داره به غیر از اقلیم قطبی و تقریبا اقلیم استوایی تقریبا همه چیز رو داره بیشتر اقلیم ها رو داره و شما میدونید که اقلیم ها هستن که انسان ها رو میسازن فرهنگ ها رو میسازن زبان ها و لحجه ها رو به نوعی تراش میدن و تقریبا میسازن ما بیشتر این اقلیم ها رو داریم اگر به من بگید که کجا قشنگ تره میگم تمام ایران برای اینکه یک شناختی نسبت بهش پیدا کردم ولی نمیتونم بگم این انگوش از این انگوش بهتره بنابراین میگم اگر هر کدوم از انگوش رو به من سوال میگم همشون با هم برابرن و اما از اون پنج اگر یک خارجی بخواد بیاد اینجا من میگم که خب تو میتونی انتخاب بکنی من نمیتونم چون تو از خارج اومدی من میگم اگر میخوای جنگل ببینید جنگل های چهل میلیون ساله هیرکانی کشورم رو ببینید که در شمال کشور وجود دارن و تقریبا جزء آخرین پوشش گیاهی پیش از عصر یخبندان هستن چهل میلیون ساله؟ بله جنگل های هیرکانی که از استان گلستان شروع میشه استان مازندران استان گیلان و در نهایت بخشی از استان اردبیل میره تا به سمت کشور آذربایجان میرسه این جنگل ها جنگل های هیرکانی نام داره و قدمتش چهل میلیون ساله اگر بخواد جنگل ببینه من میگم اون جنگل ها بی به هزار دلیل یه سری از گونه های اندیمی که کاملا بومیه اونجا وجود داره که تو هیچ جای دنیا وجود نداره درختاش بی نذیره. و درخت های پهنبرگ بسیار زیبا و متنوع خیلی زیادی اونجا وجود داره پوشش گیاهی خیلی خوبی داره جان پوشش خیلی هم... همه آدمایی که میگن بریم شمال یه نوکی هم به اون جنگلا میزنن همه این جنگل که شما میبینید جنگل های شمال کشور ما جنگل های ما هستن و چهل میلیون سال قدمت خیلی ها نمیدونن این جنگلا رو پس در حفظ و حراست یه اتفاق خوبی افتاد من تو ایران گرسه وقتی که راجب جنگل‌ها جنگل ها یک قسمتی رو تولید کردم که تو تالش بود اون زمان بح بح. تالش بی‌نظیره تالش بی‌نظیره بی, نزیره. بی نزیره. آره واقعا بی‌نظیره و خیلی دست نخوره است امیدوارم همینطور بمونه اونجا که من وقتی که تولید کردم یک مستند راجب اونجا هنوز جنگل‌های ایرانی کشورمون به ثبت جهانی نرسیده بود و مفتخریم که الان بگیم که اینها به صبر رسیده از تمام کسایی هم که در این راه زحمت کشن که این به صبر برسه گذارم چند سال بود که درگیر بودم با کشور آذربایجان آذربایجان میگفت اول اسم من بیاد ایران میگفت باید اول اسم من بیاد به خاطر اینکه خب جنگل های بیشترش تو ایرانه و به هر حال در نهایت ثبت شد خدا رو شکر پس جنگل کسی بخواد بره میگم جنگل اگر بخواد بره بیابان و ماسال که به آدم بره اونجا تمام ده... جنگل کنی همش قشنگه آره دیگه ارتفاعات که ما سال که شما میری میشه بالای دارمرزها و دیگه جنگلی تقریبا نیست اونجا میشه یلاقات اونها هم برای خودش حال و هوایی داره جنگل بخواد بره میگم بره اونجا اگه بخواد بره بیابان میگم جذاب ترین و متنوع ترین بیابان جهان به نظر من و به نظر خیلی از بیابانگردان جهان بیابان لوته میگم حتما برو بیابان لوت برای اینکه شما فکر میکنید که با خودت بیابان چیه بیابان همش خاک و هیچ چیزی نداره اما اینطور نیست بیابان بیابان لوت انقدر جاذبه های متنوع ژئومورفولوژی یعنی زمین ریخشناسی داره و آسمان شبش آدم رو واقعا سحر میکنه طلوع خورشیدش و غروبش اصلا شما برید اونجا واقعا یه چیز عجیب و غریبیه و من هر وقت میرم به لوت اصلا عاشقش میشم بیابان لوت رو میگم بره حتما ببینه و اگر بخواد و در کنار همه هم. مثلا وقتی من میگم جنگل هیرکانی شما تالش ها رو داری که قوم بزرگ تالش با اون همه فرهنگ و تمدن و قنایی که توی فرهنگشون وجود داره اونها رو در کنار هم میبینن توی لوت شما بخوای بیابان بری ببینی هاشینشان لوت در کرمان در منطقه سیستان در خراسان جنوبی بی‌نظیرن تو معماری تو فرهنگشون تو موسیقیشون تو همه چیز اگر بخواد بره رشته کوه واقعی یک کوه واقعی رو ببینه لمس بکنه یک کوه سرسخت رو حتما بهش میگن بره زاگروس و در دل زاگروس شما لورها رو دارید که قوم لور به دو بخش شخصی میشه لور کوچک و لور بزرگ که بختیاری ها رو اونجا دارید که یک فرهنگ بی رو دارن یک مرام بی رو دارن لورها کلا آدم های بسیار قیور. قیور, و بی نظیری هستن همینطور کورد های عزیزمون در قسمت شمالی زاگروس و قشقایی‌ها رو دارید در دامنه های زاگروس به سمت بوشهر یا به سمت اصفهان یا به سمت شیراز اصلا واقعا الان زده شودا. اصلا بی‌نظیره بعد داخلشون که میری شما از قطر قطره زندگیشون شما چیزی یاد میگیری من راجع به کتاب خیلی خوبه که من من یکی از کتابایی که آوردم که بهش می‌رسیم کتاب فقط عکسه ولی من به شما میگم که عکس چقدر چیز به آدم یاد میده به اونها می‌رسیم و اگر پس زاگرس بخواد کوه ببینه و درودهای خروشانش اگر بخواد ساحل رو ببینه و از ساحل لذت ببره من قطعا بهش میگم بره, در سواحل مکران در استان سیستان بلوچستان اونجا سواحل بی نظیری داریم که یه بخشهایی در دنیا تکه در دنیا یعنی سه چهار تا وجود داره یکیش مثلا ساحل بسیار بی نظیر و زیبای روستای درک در منطقه جنوب یعنی در بین هرمزگان و چابهار میشه در استان سیستان بلوچستان که تپ ماسه‌ای‌ها، این ریگ ها و رمل‌ها چسبیده به اقیانوس به نوعی دریای عمان و وسطش نخل و اینا هست در کنار شما خونه‌ها و آدم های اصیل بلوچ رو اونجا می‌بینی شما تو شیلی فقط اینو داری که این آدم ها رو نداره فقط این لندسکیپی داری که یه چشمندازی داره که شما ریگ‌ها و رمل‌ها رو داری در کنار اقیانوس بعد در فکر بکنم نامیبیا هم وجود داره در ایران هم وجود داره خیلی کم اینا این ساحل ساحلش بی نظیره که یه خورده گرشگر از زیاد شده از اون موقعی که تو ایران گرد چیز شد با اینکه خیلی من تو همه قسمت ها میگم چون رسالت من یکیش اینه که حفظ بکنیم اینها رو یعنی که ما اول بشناسیم مثل مادرمون و بعدش ازش محافظت بکنیم بنابراین اگر فقط بریم ازش لذت بریم این یه نگاه از زشتیه ولی اگر مثل مادرمون به کشورمون نگاه بکنیم فکر کنم نگاه نگاه درستیه هم ازش لذت بریم از وجودش و هم ازش به شدت محافظت بکنیم ما یه خودی محافظتمون ضعیفه و خیلی جاده رو آسیب می‌بینه بعد این هم از بخش ساحلی بخش شهری هم اگر بخوایم بریم ببینیم بهش میگم بروت یاز. Yes. اون بخشی از یزد که ثبت شده و هنوز اون معماری اصیل اون شهر حفظ شده من فکر می‌کنم که اینو اما در کل تمام ایرانی ها فوق لادن. از لحاظ قومشناسی شناسی و مردم شناسی مخصوصا جاهایی که کمتر صنعتی شدن کمتر با شهر در ارتباط هستن به خاطر همینه که من تو ایران گرد جاهای خیلی بک میرم و حال مردم از این دلم خواد زودتر ایران گردو ببینم آره من یکیشم ببینم چیکار کنم یکیشم شما ببین اتفاق خوبه سروش فکر می‌کنم <گم> یکیشو آره یکیشو شاید بتونه بهتون بده ولی دو فعلا دست من نیست واقعا الان دست سازمان سازی ها و فروشگاه سروش رو یه کاری بکنم فکر کنم مثلا این کار بکنم برای اینکه وقتی قرارداد نوشتم به من گفتن تو حق نداری از این استفاده بکنی و من میگم چشم اما امیدوارم که بعد برنامه هم میگم نتالا نه تا الان هیچ وقت این کارو نکرد خیلی از من تصویرش خواستم اگه با هم ببینیم بذارین دوباره جیب آره چرا که تمام... بفهمین آقای قاره که توی سفراتون کتابم با خودتون میبرین تو اون چمدونتون کوله پشتی تون کم کم به خاطر اینکه کتابامو قبلش خوندم و الان دیگه وقتی که میدم تو سفر تمام تمرکزم رو کاره یعنی موقعی که دارم غذا میخورم من اصلا فکرم تو کاره موقعی که میگم سلام صبح بخیر فکرم تو کار موقعی که خوابیدم تو خواب فکر فکرم تو کار فردا یعنی همش دیگه تو کارم همهش دیگه تو کارم وقت وخ... اصلا وقت نمی کنم چیزی رو بخوام اون جایی که تلفن همراه آنتن نمیده اذیت نمیشه عالیه یعنی یکی از قشنگ ترین لحظات زندگی زمانی که نه نت دارم نه آنتن دارم نه از موبایل میتونم استفاده بکنم و سعی میکنم اصلا استفاده نکنم فقط برای جای من و شما دوستای خوبی <applause> هستیم ولی با هم سفر کردن آره <applause> من واقعا وقتی میرم سفر تمام وجودم میره توی اون منطقه و اصلا دیگه از دوست دارم از همه این دنیا حالا شده یه منطقه بشن. برین و بعد بگین نه اینجا کار نمی خیلی چرا کار نمیکنین یه جایی حالم خوب نبوده تو اونجا اصالتاشون حفظ نشده اونجا آها. اه ولی شده حالم خوب نبوده و اصلاحاتشون حفظ نشده و خیلی هم آسیب بیدن و یه بخشی از کارم رو, کارم رو بل اجبار و با آگاهی به اونجا اختصاص دادن خب نمیخوایی نشون بدین که اینجا رو ببینید اینجا اصلاحاتش برای همین حفظ نشده برای همین به خاطر همین سعی کردم اون نگاه هم رو اونجا تقدیم بکنم به مخاطبین عزیزم برای اینکه بدونن که وقتی که ما یکی چیزی رو نمیشناسیم و مثل مادرمون بهش ارج نمینهیم چون من فکر می‌کنم ایران مادر همه ماست پدر همه ماست بنابراین باید بهش اهمیت بدیم اصلا به. میگن مام وطن دیگه مام وطن دقیقاً همینطوره خانه پدری و مام وطن دقیقاً همینطوره وقتی که اتفاق نمیفته من حالا بده بنابراین سعی میکنم که حتما کاری بکنم که منم هم مثل همه مردم ایران رو نمیشناختم. آیا ممکنه یه روز جهانگردی هم بکنید و مستندهایی برای خارج یعنی از خارج از ایران هم تهیه بکنید یا فکر میکنید اینقدر ایران جای هنوز بکر داره که بهتره هم مقاممونو رو بذاریم برای ایران به این زورتون الان جواب میدم چون اون ارزم تموم نشد ولی الان اینطور نیست که من وقتی که یک مرد شریفی از ایران رو با اون قومش با اون لباسش توی شهر که میرم به سمتش در آغوش میگیرمش میبوسمش و باهاش حرف میگم اگه لور باشه میگم چه کسی یعنی تو از کجا اومدی چی کاره چه کسی لورها یک دنیا کتابه یه دنیا سواله وقتی میگه چه کسی یعنی میگه از کجا اومدی پدرت کیه مادرت کیه مال کدوم طایفه هستی اینجا چی کار میکنی چه, چه, کسی چه کسی چه کسی نه میدونم یعنی منظور آره. که چه کسی هستی و برای چی اینجا اومدی ببونر. یعنی این, این اینه که از من میپرسه منم هم ازش لذت میبرم وقتی که میگه که من از فلان طایفه فلان تیره فلان چیز هستم تش هستم من لذت میبرم وقتی بلوچو با لباس بلوچی تو تهران میبینم من دیگه اون آدمی نیستم که بگم این چرا با این لباس اومده من لذت میبرم احساس میکنم یه بخشی از ایران داره توی تهران راه میره که چیز چندانی برای من نداره اه... یه شناخت کوچیکی نسبتش پیدا کنم و دوست دارم هم همه مردم این شناخت رو پیدا بکنن اون وقت عاشق ایران میشن اه... و براش کار میکنن و براش حاضر هر کاری بکنن حالا برم میگم به سوال جدیدتون جهانگیر چرا که نه خیلی دوست دارم تمام دنیا من سفر بکنم به هر حال ای مرحوم اینالو حرف قشنگی میزد یه جمله‌ای داره که همیشه میگفت خیلی قشنگ بود برای من میگفتن که ایران جهانی است در یک مرز و واقعا همینطوره روحشون شاد باشه خب خیلی دوست جهان رو بشناسم چون من معتقدم که در نهایت ما همه برای یک پیکر هستیم همه یکی هستیم و این جهان هم از ما می میره چیزش نمیمونه ولی فعلا که ایران رو خیلی هنوز فکر بکنم تو ایران گیرم خیلی هم گیرم و هنوز باید کار بکنم تو ایران تا زمانی که بیشتر ایرانی ها قدر ایران ان شاء امیدوارم که سال های سال کار بکنید با اجازهتون برم سراغ دو تا بله کتاب بله دو تا بله خیلی هم مشتاق دیدن این دو کتاب هستم صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن صنعت جو... در برابر سنت بله صنعت بر فراز بله یا برابر برابر منو در برابرش بیشتر میپسندم صنعت بر در برابر سنت بله. انسان شناسی توسعه نیافتگی جلد اولش آقای مرتزا فرهادی جناب آقای استاد مرتزا فرهادی عزیز یکی از انسان هایی هستن که بغده من با این که ایشون رو من فقط توی یک همایشی دیدم و از دور و ایشون سخنرانی کردن و من از دور فقط نشسته بودم و سخنان شیرین ایشون رو گوش می‌کردم یکی از انسانهایی هستن که به معنای واقعی عاشق ایران هستن و این کتاب اگر اشتباه نکنم در دو جلد فرایند تلاش زحمات بسیار بسیار زیاد ایشون در دوازده ساله بله دوازده سال از عمرشون رو منهای بسیاری از عمرشون رو که برای ایران و برای جهان و برای تمام اون که در این کتاب دو جلد هست در این دو جلد کتاب تلاش کردن آوردن این رو من تازه شروع کردم به خوندن سرآغاز این هستش که بخونمش ولی از شناختی که نسبت به استاد ترادی عزیز دارم میخوام به مردم شریف ایران بگم که صنعت بر فراز سنت یا صنعت در برابر سنت رو حتما بگیرن در دو جلد این رو مطالعه بکنن برای اینکه من احساس میکنم بخشی از این کتاب به این ارتباط پیدا میکنه اه... که ما که صنعت چیز بدی نیست به خاطر اینکه چند هزار سال پیش ما قنات داشتیم قنات یا آسباد که هلند به نام خودش ثبت کرد و ما چند هزار سال پیش در منطقه سیستان که شامل خراسان و شامل استان سیستان و میشد ما اونها رو داشتیم اه... و آنها به نام خودشون ثبت کردن ما صنعت داشتیم ما صنعتمون خیلی خوب بود در زمان خودش امیدوارم که باز هم خوب بشه ایشون معتقده که ما نباید اینها رو زیر پا بگذاریم و بریم روش بگیم اینا خیلی چیز بدی بود و ما بریم به غرب چنگ بزنیم و هر آنچه که اونها ایشون معتقده که صنعت خوبه به شرط اینکه سنت هامون رو آنچه که نیاکانمون به ما آموختن و ما رو به اینجا رسوندن حالا اگر نمیخوام میگم حتی اونو ما رو به اینجا رسوندن چون بخشش اگر جای بدی ایستادیم بخشش به خاطر خودمونه که خیلی پیچیده است دیگه از این مقوله میگذاریم اما ایشون معتقدن که ما سنت هامون رو و آنچه که علم نیاکانمون از عرفان از صنعت از هر آنچه که هست از حفظ محیط زیست از همه اینا به ارث رو باید حفظ بکنیم و صنعت هم جوری ما بتونیم بپذیریم که اینها از بین نره و به اونها افتخار بکنیم این یه بخش خیلی کوچیکشه شاید یه خطشه این دو جلد زخیمه که خیلی دنیایی داره برای حرف و یه کتاب دیگه میرسیم بهشت گم شده پارادایز لاست پرشن فرام من انگلیسی هم عالیه لحجه بله. عالیه ایران از, برف... از بالا ایران از بالا فراز بله. از بالا برای آقای گورگ اگر اشتباه نکنم چون سوئیسی هستن فکر می‌کنم گه خونده میشه یا جورج یا گرج فامیلیشون رو لطف میکنید گرستر گرستر آفرین گرستر ایشون حدود حدود 45 تا 50 سال پیش وارد ایران میشن یه عکاس هستن وارد ایران میشن یک انسان سوئیسی هستش بله ایشون سوئیسی هستن اصالتا وقتی که خب ما ایرانی ها اسم سوئیس رو میشنیم میگیم خدای من رشته کوه آلپ اون دامنه های بی‌نظیرش اون کوهستان بسیار زیباش همه میگن که ما آرزون داریم آلپ رو ببینیم بله ولی اکثر اونایی که میگن ما بریم آلپ رو ببینیم ایران رو ندیدن ایران رو ندیدن که میگن بریم آلپ ببینیم آلپ خیلی زیباست من همه جای دنیا رو دوست دارم ببینم اما میخوام خدمتتون بگم که اونایی که میگن خیلی دوست داریم سوئیس ببینیم ایران ندیدن این بخش جدایی از این کتابه که گفتم این آقای سوئیسی که عکاس هستش اون زمان که هیچ امکاناتی وجود نداره و عکاسی اصولا اون زمان توی دنیا جایگاه خیلی زیادی نداره از کشورش بالا میاد توی ایران عکاسی میکنه چطور اکاسی میکنه هواپیما میگیره هواپیمای ملخدار بر فراز ایران در خیلی جاها پرواز میکنه و خودشو در باز میکنه خودشو میبنده مهار میکنه و عکاسی میکنه تو اون شرایط و بعد نگاهش به ایران چیه بهشت بهشت پنهان کسی که از سوئیس اومده به کشورش نمیگه بهشت ولی به ایران میگه بهشت اون زمان شما این عکس رو ببینید این عکس بی‌نظیر و فوق العاده است بسیاری از این منظره هایی که شما تو این, تو این کتاب میبینید دیگه از بالا به این شکل دیده نخواهد شد برای اینکه خیلی تغییر کرده دستگاهش تغییراتی شده که اصولا تغییرات قشنگی نیست. ناشر جهانی هم کتابو چاپ دقیقا همینطوره. تایدون بله. بل. این کتاب رو آوردم برای اینکه من احساس بکنم که این عکس چرا میخوام کتاب معرفی بکنم که فقط عکسه شما کسایی که اینجا میان احتمالا بیشترشون کتاب یا همشون کتابی رو معرفی میکنن که باید بخونیم تا چیز ازش یاد بگیریم و تصویر سازی بکنیم در ذهنمون همون من معتقدم که من خودم آدم تصویری هستم و از تصاویر خیلی چیزها در من نوشته میشه من از این کتاب یک دنیا چیز به من نوشته شد تو مغز من نوشته شد تصویر برداری کردم تخیلم باور شد و کلا چون اصول آدم مستند مستندی هستم مستندساز هستم به همه چیزی خوره واقع گرا هستم رمان اصلا نمیخونم و کتابایی رو میخوام که خیلی مستنده ولی خب تو ذهنم خیلی تصویر سازیش میکنم چه در تخیل چه در واقعیت این کتاب آوردم به دو دلیل اینکه این کتاب برای من خیلی تلخه به خاطر اینکه باز هم یک خارجی اومده ایران از سوئیس و به ایران لقب بهشت رو داده در صورتی که اون زمان یا همین امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم بیشتر ایرانی ها که ایران واقعا یک بهشته واقعا فوق است از هر نظری که شما فکرش رو بکنید یکی بخشش اینه که من خیلی ناراحت میکنه که خارجی اومده این کار کرده و تا به امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم ما یک همچین کتابی از بالا از ایران نداریم الانی که ما همه جور امکانات داریم های خیلی خوب دوربین بزرگ میبرن بالا عکاسی میکنن خیلی کارا میشه کرد ولی ما هنوز این کارا نکردیم و این یه درده اینکه ایشون سوئیسی بوده و اومده ایران عکاسی کرده این یه درده و بخش دوم اینکه که کتاب عکس رو من آوردم برای بر اینکه بینندگان عزیز بدونن اگر آدمایی هستن که خیلی تصویری هستن از کتابهایی که فقط عکس هست میتونن یک دنیا کتابخونه رو در وجودشون زنده کنن کتابخونه‌ای که هیچ وقت توش قدم نگذاشتن کتابهایی که هیچ وقت نخوندن ولی در درونشون این اتفاق میافته و این رود جاری میشه بی‌نهایت ممنونم خیلی متشکرم خیلی هاتون واقعاً آدم تشویق و ترغیب میکنه که به ایران زیبامون سفر بکنیم حتی بر آدم تنبلی مثل من الان داشتم فکر میکردم که در 20 سال آینده اگه شد یه سفری برم حتما 20 سال آینده خیلی دارم هنر امیدوارم که سفرهای خوبی داشته ارادت شما ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم خواهش میکنم یکی رو به رسم یادگار از کتاب باز قبول حتما باعث از شما به افتخارات ایران بله 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 من اومدم که ت... مولانا رو بردارم نیست خب حالا که نیست حضرت مولانا عزیز اه... به جامی هم خیلی البته به همش علاقه دارم به جامی هم بسیار علاقه دارم چرا جامی رو انتخاب کردیم؟ چون موسیقی رو هم دوست داشت ادبم دوست داشت شعر هم دوست داشت همه اینا به نظر من با هم خیلی ترکیب آره یک گسستگیت یک پیوستگیت. پیوستگی, پیوستگی عضو بخوام یک پیوستگی خیلی عمیقی با هم گیرد. بله کاملا بسیار عالی یه عکس اجازه میدین با هم بگیریم حتما چرا که نه خیلی متشکرم کار میکنین روبین امیدوارم بگیر نگیر داره گفتید عکس من شاید یکی دو هفته دیگه دو سه هفته دیگه, دیگه، نمایشگاه خیلی عکس خیلی خوب از ایران دارم که پیش بکنم که شاید تو ایران پس لطفاً بگین منم حتما حتماً. بگیر من. حتماً. حتما حتما خیلی ممنون بفرمایید 3 2 1 گرفت واقعا بله واقعا گرفت ما آرزومون توی این برنامه اینه برمز. که مردم بیشتر با هم حرف بزنن خیلی خوبه و بیشتر کتاب بخونن بله خیلی خوبه خیلی متشکرم امیدوارم با, 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 با هم بریم سفر امیدوارم اونجا. سفر کردن و از شما اونجا. یاد بگیریم میگن که دوست تو سفره که معلوم شد آدمی تو سفره خیلی مهمه بله بل. بل. خیلی خیلی دو خیلی ممنونم از ارادت و همه بینندگان و همه, و همه عزیزان حرف های بزرگ را بگذاریم دیگران بزنند ما با همین کلمات کوچک هم به مقصد می رسیم. کلمات کوچک کلمات مهمی هستند. خیلی از زندگی ها با یک سلام آغاز شدند. سلام ما فقط مسئول جامعه و خانوادهمون نیستیم. وقتی کالایی رو می خریم میاریم خونه ما مسئول اون هم هستیم. اونا جز ما کسی رو ندارند پس ما پدر مادر اشیامون هم هستیم مواظب باشیم مراقبشون باشیم مسئولیت آدمها را زیبا می سازد چیزهای زیادی زندگیشان را با ما آغاز کردند بیا به خانه برگردیم و بیشتر به گلدانهایمان فکر کنیم و نگذاریم زمستان از خانه آغاز شود خداحافظ <applause> آقای دکتر کاکاون سلام درود بر شما ارادتمندم ادامه صحبت درباره ادبیات دوره مشروطه بله در واقع برای رسیدن به ادبیاتی که بهش میگیم ادبیات معاصر چاره ای نبود جز اینکه مقدماتش رو و مبانیش رو از دوره مشروطه شروع کنیم در نوبت قبلی به خاطر داشته باشم بینندگانمون یه ذره بحث تاریخی کردیم خیلی گذرا البته دوستان تاریخدانمون یه وقت من نشند که تاریخ نگفتیم فقط یه مقدمه تاریخی گفتیم که ببینیم زمینه ها چطور بود و انقلاب مشروطه در شکل کلیش چطور پدید آمد که طبیعی است که این انقلاب و شرایط اجتماعی است که ادبیات خودش رو خلق میکنه و در واقع ویژگاه کلی ادبیات در واقع شعر مشروط هم صحبت کردیم حتی یادم نرفته شما فرمودید که در باید نسل مشروط هم صحبت کنیم اگر از بدید یه ذره این رو به یک سرانجامی برسونیم برمیگردیم نصر اون دوره رو هم باز به همین شکل کلی نگاه میکنیم بهش اما باز یک بازگشت به گذشته ای بکنیم در گفتار قبلیمون اشاره کردیم به شاعران بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و در همون هولوش انقلاب که نوگرایی هایی در شعر کردن که سرانجام به کار نیما انجامید که اشاره کردیم به تغییر رفت به شمس کسمایی و اون دو تن دیگر که شما اشاره کردید که تغییر رفت چه سرانجام تلخی داشت و من هم تایید کردم و رد شدیم بعد به خودم فکر کردم که چرا رد شدیم بذارید هم شفاف بشه که این سرانجام بچی بود و همین که متاسفانه در تمام کتاب ها و کلاس ها و بحث های شعر معاصر از این چهار تن یعنی ابوالقاسم لاهوتی، تغییر رفت، شمس کسمایی و جعفر خامنه ای یاد میشه اما درباره شون صحبت نمیشه اینا کی بودن چه کردن و فکر کنم لازم باشه که درباره این چهار نفرم حتی اگر شده گذرا چند کلمه صحبت کنیم اگر شده یه بخشی از اینکه از رو بخونیم ببینیم اون نوگرایی که میگیم تو چه سطحی بوده و چطور میشه گفتش نوگرایی و بعدا که میخوایم توجیه کنیم که پیش قراول شعر معاصر نیماست این پیش, از نیما گفته شده باشه که این حالا که اینجور شده دکتر شده. من میخوام خواهش کنم یه نفر دیگرم که بعدتر از این چهار نفره و آدم مهمیه خیلی خیلی مهم خیلی مهم ولی کمتر درباره صحبت شده و کمتر شناخته شده دارم برای من و بیننده ها اگر فرصتی بود بگین خانم دکتر فاطمه سیاه بله که تو ادبیات کودک همیشون از در ترجمه و خیلی بود و استاد خانم سیمین دانشور هم بله بودن بله. و خب خیلی مهم نقشی که داشتن آره اون نقش خانم دکتر سیاه در واقع جایگاه نقشش با این چهار نفر که داریم متفاوته میگم ولی آدمی که کمتر در برای حتما بود. حتما بعد از اینکه بحث نیما شروع شد به خصوص بعدتر که سراغ نسل اون دوره رفتیم چون قراره که بعد برسیم این دانشور برسیم خب من دارم خیلی گسترده میبینم بحث آینده اون انشالله عمری واقعی باشه و این بحث رو بتونیم با همین جزئیات پیش که دارم. حالا 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 ها این صحبت تو صحبت های ها ادامه داشته مجال خوبیه کتاب باز برای این بحث خب من برای اینکه مستند صحبت کنم اول یه کتاب هم معرفی کنم طبق روال برنامه کتاب باز این کتاب برای کسانی که در حوزه شعر معاصر تحقیق کنند یا دوستان دانستنی های تاریخی شعر معاصر رو بهتر بشناسن کتاب خیلی خوبیه پیش از اینکه این کتاب خصوص رو معرفی کنم از کتاب فوق مفید از سبات نیمای آریانپور و بزرگ یحی آریانپور یاد کنم که بسیار کتاب خوبی یکی از منابع همین کتاب هم هست که الان میخوام معرفی کنم تاریخ تحلیلی شعر شما به سبک معمول شما بله، تاریخ تحلیلی شعر نو جناب شمس لنگرودی انتشارات مرکز که جلد اولش از سال 1300 و... از سال 1284 تا 1332 رو در بر میگیره و این کتاب چند جلد؟ چهار جلدیه چهار بله. جلد. بله. و میبینید با این حجم صرفا نام نبرده دیگه رد آثار شاعران معاصر و از اون ابتدا پیش از حتی نیما و نمونه کاراشون مطبوعات اون دوره رو ریز به ریز نگاه کرده و سند آورده و بسیار اثر مفیدی هست اینجا به شکل مختصر با مراجعه به منابع مختلف شمس لنگرودی در واقع رد این چهار نفر رو گرفته و به معرفی کرده به تعبیر شمس و واقعیت تاریخ ادبیات امروز ما بین این چهار نفر مؤثرترینشون تغییر رفت هم از جهت نوگرایی که در شعر داشته و هم از این جهت که به خاطر موقعیت اجتماعی که داشته و کار مطبوعاتی که در اون دوره می کرده یه مرکز تجمعی بوده برای شاعران متفاوت اون روزگار یعنی اون ستن دیگر هر سه به واسطه تغییر افرد متصل به هم شدن اینجور نبود که اینو پراکنده جای مختلف اینو با هم ارتباط داشتن و از کار هم بله تغییر در سی و یک سالگی فوت کرد. الان میگیم فوت کرده بذارید من ازش صحبت کنم دقیقتر بدونیم نکته ای که تغییر رفت و عبالقاسم لاهوتی رو مخصوصاً از نیما ممتاز میکنه جدا میکنه اینه که اینا اولویت شخصیتشون در نگاه سیاسی و رفتارهای اجتماعیشونه عبالقاسم لاهوتی که اصلا کار نظامی میکرد و جاندارم بود فرمانده بود و حتی در یک موقعیت تاریخی در دوره ای که رضا شاه تصمیم گرفت که اون قذاقها رو با جاندارم ها تلفیق کنه و یک نیروی انتظامی تشکیل بده احساس خطر کرد و حتی ابوالقاسم لاوتی تراحی کودتا کرد که بعد کودتا شکست خورد و ابوالقاسم لاوتی هم در آستانه این قرن از ایران رفت و تا پایان و عمر در اتحاد جماهیر شوروی اون وقت ساکن شد تغییر که از یاران درجه یک محمد خیابانی است که میشه گفت نفر دوم اون نهضت محسوب میشه و هم توریسیان و ایدولوگ اون مجموعه بوده و هم خوب کار مطبوعاتی میکرده شعر هم میگفته خب شعرش عموما در خدمت همین ماجرای سیاست و ایدولوژی بوده که خب دنبالش بوده اما تأثیر ای همین شخصیت بر شعر فارسی میذاره از این طرف مزامین اون نوع نگاه معترض سیاسی فعال اجتماعی حال و هوای شعر تغییر رفت رو عوض میکنه و همین نگاه متجددانه و انقلابی که داشته باعث میشه در ادبیات هم یک اعتراضی و ادبیات به تعبیر خودش خموده و بیحال سنتی بکنه که ادبیات سنتی ما در محافل خاصی بیشتر برای لذت بردن یا مجامع سر به گریبان برده اون روزگار استفاده می شده تغییر به عنوان یک معترض یک فعال سیاسی معتقد که ادبیات امروز باید حرکت کنه سر نسته و با جماعت سر و کار داشته باشه و همین باعث میشه که در فرم و ساختار شعر هم این انقلاب رو پیشنهاد کنه این تغییر پیش از اون که بعدها نیما پدیدار بشه و ظهور کنه در واقع یک پیشنهادهایی به شعر فارسی عملا میده کوتاه بلند شدن و ها از کارهایی که تغییر شروع میکنه و حتی جا به جایی قافیه ها یعنی ثابت نبودن جای قافیه می که از های معلفه های شکلی شعر نیما همین دوتاست دیگه و اب خب عمرش قد نمیده که نگاهش هم بیشتر نگاه متجددانه غیر ادبی بوده بیشتر سیاسی اجتماعی بوده و همین ها شاید در حافظه تاریخ ما مینشینه تا بعد نیما دوباره دست بگیره و گسترشش بده برای من تغییر رفت بر منم یه تأثیری داشته اجازه میدین بگم حتماً،, حتما حتما اشتباه گفتم اصلاح کنیم من اولین باری که اسم تغییر رفت شنیدم اتفاقا تو همون کتاب از سبا تا نیماس و برام جالب شد که نوشته بود که تغییر رفت معترض میشه به سعدی و حافظ و به خود تو سعدی و میگه که اصلا این جمله را اگه الان درست در حافظم مونده بود یه همچین جمله ای داره که به ما جوانان دوره انتباه صحبت از سعدی و حافظ نکنید به ما معنی حیات رو بیاموزید من در نوجوانی گفتم مگه میشه سعدی و حافظ رو زیر سوال برد مگه میشه اینقدر برای من آدم های دست نیافتنی بودن که فکر می کردم به ساحتشون هیچ کس نمی تونه کوچکترین در واقع خلالی وارد بکنه که همینم هست ولی این باعث شد این شکی که تغییر رفعت و جملهش چون بعدا خوندم که گفتگوی مفسری به شکل نامه با ملک و بهار توی مجله دانشکده داشتن درسته که مینوشتن و آقای بهار جواب میده و خیلی ها دنبال میکردن این به اصطلاح اختراح ادبی بین این دو نفر رو بعدا دوباره سعدی رو خوندم و من به عنوان یک شیفته سعدی اتفاقا فکر میکنم صحبت هایی که تغییر رفت کرد باعث شد که اون حاله قدسی رو واز کنم و با خود شعر زمینی سعدی که خیلی 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 مرتبه بالایی داره رو رو بشم و بیشتر لذت ببرم نه به این عنوان که چون سعدی خوبه چون شعر خوبیه سعدیه حتی شاید خواستید به دفاع از شخصیت اساطیری سعدی بلند شید بله دقیقا به خودتون اثبات کنید که نه سعدی بزرگتر از دقیقا. این حرف ولی خب عینی بهش نگاه کنید بله ب... ب... یعنی برای برای منم کلی تاثیر داشته برسه در اون زمان آره بله، ببینید اولا برای اکه... که سواد نه شما که ماشاءالله اهل مطالعه اید ولی صحبت صحبت طبیعی تاریخی است اه... او با سعدی و حافظ قاعدتا مشکلی نداره همونطور که بعدا نیما هم بله نیما هم مشکلی نداره میدید همین تاثیر رفعت رو میشه جستجو کرد در این ایده که بعدها نیما در شعر افسانه یا فسانه مشهور که اولین شعر نسبتا نوگرانه نیماست در سال 1301 نیما هم به جنگ حافظ میره در یک بندی از شعر افسانه اصلا با حافظ بحثی طرفی رو شروع میکنه که حافظا این چه کید و دروغ است اصلا به حافظ دروغ نسبت میده که به تعبیر گریبان حافظ رو میگیره که تو از عشق باقی صحبت میکنی ولی من بران آن عاشقم که رونده است یعنی دنیای واقعی اطراف ما اون جهان ذهنی متعالی تو رو بر نمیتابه من نمیتونم همش اونجور متعالی ببینم معلوم میشه که تغییر توی رک های نیما جریان پیدا کرده این خاصیت اون دور است در واقع حافظ سعدی و بزرگان تاریخ ادبیات ما شخصشون و یا شخصیت هنریشون زیر سوال نمیره در واقع انتقادی است به نوع نگاه سنتی ادبی در اون دوره بلده، بلده. بدون آنکه ما بخوایم قضاوتی بکنیم ببینیم او درست میگفته است یا اون جماعت سنتگرا میتونیم بپذیریم که واقعیت و در واقع شعن تاریخی این بحثه اگر این بحث نمیشد نوگرایی در شعر فارسی شکل نمی گرفت حتما باید ناراضی باشی از وضع موجود تا یک کار جدیدی انجام بدی و وضع موجود ادبیاتی بود که نمایندش حافظ و سعدی اگر در روزگار تغییر افت، اون شعر دیگه شعر تقریبا بیخاصیتی شده بود شعر محفلی بود در واقع گاهی قشنگ هم سروده می دقیقا این که ذکر کردید و نقل کردید از کلام تغییر افت. کاملا اون اندیشه ای که آدم میتونه بپذیره تاریخ رو که اون دوره همه اینجوری نوگره ها و متجددان اینجوری نگاه میکردن به سنت و گذشته طبیعی است که اگر جز به جز نگاه کنیم گاهی هم میبینیم افراد شده تون رفتن خاصیت اون دور است دیگه ما به گذشته تاریخ حالا به هر صورت تغییر رفت به این شکل ناتمام میشه در حالی که بسیار هم فعال بوده از جهت ادبی علاقه ای به مثلا قالب های سنتی نداشته فکر میکرده اینها ساکنن سر جاشون اتفاقی توشون نمیفته اینه که نوگرایی ها رو شروع میکنه و من اگر اجازه بدید یک نمونه ای از شعر تغییر افت براتون بخونم که شمس لنگرودی در واقع روایت کرده برخیز بامداد جوانیز نو دمید آفاق خور را لب خورشید آفاق خور را لب خورشید بوسه داد برخیز صبح خنده نسارت خجسته باد برخیز روز ورزش و کوشش فرا رسید برخیز و عزم جذب کنه پور نیک زاد بر یأس مده مکن از زندگی امید مکن از زندگی امید ادامه هم به همین شکل همین الان میشه برداشت کرد که یک نگاه ایدئولوژی داره حرف میزنه در واقع شاعر حرف میزنه شعر خلق نمیشه یعنی شما اون تخیل اون زیبایی شناسی شعری رو کمتر درش میبینید اما توی فرم در ساختار شعری داره اتفاقاتی میفته پیشنهادهایی داره به شعر فارسی داده میشه که اون شکل قطعی عادت شده ادبیات فارسی رو کم کم باید بهش شک کرد و پیش بینی هم میکنه من اگر اشتباه نکنم امیدوارم اشتباه نکنم فکر کنم این بیت هم مال تغییر رفعته که میگه یک فصل تازه میدمد از بحر نسل نو یک نوبهار بارور آماده درو یا آبستن درو آبستن درو ادامه همین شعریه که داشتم براتون از و واقعا آدمیه که از اون قهرمانان گمنام تاریخ ماست قهرمان میگم از این جهت که نقطه عطف تاریخ ما دوره مشروطه است و تکلیف... نگاه سنت و ادبیات ما در اون دوره است که تعیین میشه آدمی مثل تغییر افت داره جز اولین جاده صاف های این مسیر هست که خودش رو فدا میکنه برای اینکه بعدا تبلور پیدا کنه این در واقع ما نمیتونیم نیما رو بدون در نظر گرفتن تغییر افت و اون سه نفر دیگه ازم بررسی کنیم انگار که یک دفعه در خلع به وجود آمده باشه این حکم دیگه همه عزیزان بینندمون هم میدونن سبک و تغییر سبک ناگهان اتفاق نمیفته به وجود نمیاد روزگاران باید بگذره بهش علت و معلولی همون باید پیش بره تا ما بتونیم به یک نمای جدید به یک شکل جدید از سبک دست پیدا کنیم اینجوریه که یه دفعه شاعر بیاد سبک شعر فارسی رو عوض کنه یک مثلا کارگردان بیاد سبک سینما اصلاً رو عوض کنه یک دفع خلق و امکان نه اصلا عقل اجازه نمیده تاریخ هم به ما این رو میگه که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده آید سه نفر دیگه مونده بله اون سه نفر که حالا از جهتی میشه گفت اعتبار اونها در این موضوع نوگرایی به اندازه تغییرافت نیست اما اونها هم کنار افت بودن. پس شاید و کار که کرده. هر ستاره در برنامه بعد قاعدتاً میشه گفت بله. خیلی خیلی متشکرم. خیلی با ممنون از توضیحات جامع و کاملتون و خود